بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس موضوع درس روز گذشته که بر شما گفتم یک سیستم را طراحی میکنیم که توسط سیستم ما بتونیم یک موضوع را به شکل کردت یا غیر کردت بتونیم یک مضمون خود یا یک سمستر خود ما چیز به اصطلاح کنترل بکنیم. به طور مثال یک مقدار نمره را ما قرار میدیم به حساب کردت. اگر مثل در طول یک سمستر نتونست کردت پورا بکنه فیل، در غیر از او اگر کردیت پورا میکنه پاس باشه. خب چطور ما بتونیم این سیستم کردیت طراحی بکنیم؟ شکل امو انترفیس از را بر شما در لکچر قبلی یا در ویدیو قبلی بر شما گفتم که در سیستم هم اپلود کردیم و همچنان در یوتیوب هم اپلود شده. در چینل خودم به نام محمد داد حنیف فرهاد داخل شوید، نمون جاوا 1 یا 2 3 4 نشته بکنیم. مکمل پکیج های جاوا را که ما به اصلاح اونا را به شکل ویدیو ریکارد کردیم، از اونجا میتونه شما به دستتون قرار بگیره. خب در موضوع درس امروز ما شما چگونگی ساختار یک سیستم کردیت است به شکل بسیار ساده این بار کارش میکنم. بتون در درس قبلی هم گفته بودم که آستا این روند مغلقتر و پیچیده‌تر میشه، به اون خاطر شما درس های ابتدایی یا درس های اول باید بسیار بد نظر بگیرین و این استپار شما باید در لپتاپ خود یا در کامپیوتر خود در خانه یا با قلم تمرین بکنید تا می روش کدنویسی یا روش همی میتود را که ما کار میکنیم ذهنشین شما شود، تا آیست آیسته که ما باشش میریم به طرف ادوانس باز بر شما آسانتر و بسیار آسان شود تر و دیزاین از. خب در شروع هر برنامه قسمی بر شما گفتیم که ما بر ساختار یک سیستم یا بر ساختار یک یا بر معرفی یک موضوع ما باید وریبلا یا اریا داشته باشیم. اگر چندین با چندین قیمت یا با چندین نام یا اسم ما سر کار داشته باشیم میتونیم از اری کار بگیریم. در غیر از اون میتونیم ما یک وریبل ترتیب بکنیم. در این درس ما اری کار نمیکنم، به شکل وریبل کار میکنم که بر شما آسان تر باشه، درکش آسان باشه، فهمش آسان باشه، مفهوم گرفتن آسان باشه، چون در درس های قبلی هم زیاتر ما شما وریبل کار کردیم، به خاطر دیگه ما وریبل کار میکنم. خب بر شروع هر موضوع اگر ما خواسته باشیم که موضوعی را از سیستم بگیریم یا مثلا برای بیننده و نمود بسازیم که برای ما چی باید دیتا انتری بکنه و یه به شکل یک انترفیس باشه، چون در قدم اول ما یک استرینگ برش میتونم، استرینگ شما رو میتونیم به نام مثلا دی بی بونین یا هر نامی که شما میمونین مساوی باشه به امو انترفیس یا امو جی او آپشن پن جو آپشن پن دات به اصطلاح به امو شو بکنه برای ما یک انپوت باکس یا آوتپوت باکس که چطور بتونیم ما یک انپوت یا آوتپوت باکس سیستم بگیریم. خب اینجا برای ما انپوت باکس را لیست نکرده، جو آپشن باشین جو آپشن دات اینپوت باکس دات دیالوگ باشه. اینپوت باکس ما همین دیر برف کلان بتین دیالوگ قوس واس قوس بسر داخل قوس دو کوتشن بهش میگیم. تا مثال دری میشه میری تایپ بکنم، مشکل ندارم. مضمون جاوا نمره مضمون دیتابیس را بنویسید. فرمان خواب پس دوباره اینجا بند میسازم، پس میباشید به دری است کپسلاک یا سپیش مداری شده. فرمان پس دوباره بند میسازم انپوت یا اسپیل که مشکل داره فکر میکنم. جیو آپشن جو آپشن دات شو دات ان آی ان پوت این انرژیش فکر میکنم به عرف کلان باید باشه آیش ان پوت باکس اینجا از پیش من فکر میکنم که دات شو input dialog داد شد input dialog باشه. این بخش دیگه ایزی که از خودش انسر شده این را من پاک میکنم از اینجا. خب در قدم اول بر ما به شکل اگر وریبل یک استرینگ دادیم، چون استرینگ ما تایپ ما مسیج ما یا پیام ما از تکس کار گرفتیم، به خاطر ما دیتا تایپ بذیرم.
استرینگ گرفتیم. خب همین شکل ما از یک مضمون میخوام نمرش رو بررسی بکنم، نمرش درج سیستم بسازم، دوم باز دوباره میره استرینگ مثلا ترمینال سافت ویر مساوی باشه جیو آپشن پن دات شو نیوشن دات شو دات شو دیالوگ داخل زی دبل سمی کالم بتون لطفا نمره مضمون صافیه را بنویسید. پس دوباره فرمان خود بند می کنم دری سینسی و خب اول از ما دو قیمت پرسان میکنه یا دو نمبر پرسان میکنه، نمبر دمی دو خطی که ما کود کردیم دو نمبر پرسان، دو نمبر امتحان پرسان میکنه، برطور مثال نمبر دیتابیس و سافیر. اگر خواسته باشم گیره به حساب دو مضمون یا چهار مضمون بسنم به شکل آسان که بر شما ویدیو هم زیاد وقت گیر نشه، چون ویدیو ما 20 دقیقه وقت داره، به او خاطر گیره ما پیست کپی میکنم. نمبر دیتابیس هست، نمبر نتورک برشان میرسانم نتورک و ایشون نمبر سافیر هم نمبر ترمسال و ویب ویب مضمون خیلی من رو پاک کنم از سر تایدش کنم چرا شکل کار میکنه مکمل پاک کنم میرون پاک کنم دو قوس بگیرم، قوس دیگر رو باز دوباره باز کنم. نمی فکر می کنم که در جای بیس از اشتباه است، میره کپی و پیس می کنم. کنترل سی می گیرم، میرم پایین کنترل وی می کنم. و نتورک ویب را بنویسید می مانم. خب چون وریبل های ما ایجا تکرار است، وریبل ها را هم تغییر می تون در مثال این دو وریبل خود ما به نام انتی یا نتورک می مانم، به نام انتی نبخشین به نام انتی نتورک و بخش دیگه خواهم به نام دبلیو ای ویب سایت. خب در این قسمت از ما نمره اول، نمره دو، نمره سه و نمره چهار ها پرسان می کنه که ما چهار نمره را از چهار مضمون نمره خود انزرت میکنم داخل سیستم، بعد از آن نمره بر نمره را دوباره کچ کنه بگیره بران، چون نمبر ما که باید از طریق سیستم درج به حساب گرفته شوه یا درج سیستم شوه، بران چون نمبر از خاندان استرنگ نیست، نمبرای دقیق است، چون نمبرای امتحان همیشه دقیق می باشه، به او شکل ما باید از انتیجر کار بگیریم. اگر اعداد مثلا اوسال تا مثال میتونم مثلا 5.4 یا 5.2 باز ما میتونیم از دبل هم کار بگیریم. خب من از دبل کار نمیگیرم، در از اعداد دقیق کار میگیرم، چون من نمره که داخل سیستم میسازم نمره فکس است. به او خاطر باش ما میتونیم که از دبل یا بول هم کار بگیریم و انتیجر در مثال دیتا بیس انتیجر دیتا بیس مساوی باشه به مساوی باشه به انتیجر دات خود انتیجر دیتا بیس چرا انتیجر دیتابیس مساوی باشه به انتیجر دات پارس کنه نمره ما را دات پارس آی ام تی داخل قوس بر ما. خب یک موضوع در بخش متوجه باشین، اگر در زمان تایپینگ بر شما پیام های از خود برنامه باز نمیشه، بران در بخش تایپینگ شما یا در بخش روش شما یا در بخش میتود شما کدام مشکل است، بران در این قسمت چون در روند مشکل می باشه، شما باید از این کودا صرف نظر بکنین، بخاطر از اینکه حتما روش تایپ نویسی شما یا روش کود نویسی شما مشکل است، بران به خاطر دوباره اثر تایپ بکنین، چون امو از لحاظ اسپلینگ یا از لحاظ حروف خرد کلان همون که سنسیتیفه که به حساب جاوا هست، شما او رو من نظر نگرفته پیش میرین اشتباه میشه، شما باید دانه دانه ببینین، وقت بسیار زیاد میگیره دیگر، نه خود بتانین به حساب یا همو مشکل پیدا بکنین، به خاطر بهتر است که شما او رو اثر تایید بکنین. من مثل انتجار دیتا بیس برش میگم
انتجر دیتابیس مساوی باشد و مساوی باشد و انتجر داد پارس انتجر قوس واس مضمون اول ما دی بی بود، این می دی بی که به حساب در استرنگ است اینجا برش دادیم، دوباره همین دی بی را از پیش مده اینجا کچ بکنه بگیره دیتابیس و پس دوباره سیستم خود بند میسازم. خب حال بین در انتجر مشکل است، یعنی من از لحاظ اسپیل یا از لحاظ همو کلماتی که ما به حساب درج کردیم اینجا کم مشکل دارم، میرا باید از مشتریق باید حل بکنم. پارس داد انتجر داد قوس بسته انتجر بعد خور بکن انتیجر. خب اینجا از این طریق بیا حلش میکنیم و داد آزاد انتیجر پارس پی ای پارس من باید حرف پی من باید حرف کلان باشه پارس پی ای آر ای سی پارس پارس انتی انتجر پارس داد برش بکنیم. داد مشکل نداره، آیا برف خورد بتیم برف تستش کنیم، برف خورده مشکل، آیا خودم برف کلام باید بتیم پارس انتجر چرا اشتباه میگیرم، آیا خودم برف کلام میتونم انتجر. خب مشکل این بود که ما انتجر دیتابیس برای که برای درج نمره دیتابیس یک انتجر برش پاس کنم، پس انتجر را ماسه پارس کنم و از کدام بخش، از بخش انتی کدام انتی امو دیتا دی بی را که به شکل استرینگ ما تایپ کردم در بالا یا امو مسیج را که در توسط اون مسیج ما بتونم پیام درج سیستم بسازم. میرم پیست و کپی میکنم بخاطر خاطر آسانی، سه چون چهار مضمون کرد کردیم، چهار مضمون اول ما دی بی است، دوم صافی هست ایران صاف میتون صافی هست میتون، دوم ما نتورک هست بیر همه برش نتورک برش میتون و سیم ما ویب هست ایران برش ویب دیزاینینگ برش میتون. خب اول ما دی بی رو بگیره، دوم ما صاف تا بگیره که عبارت از اس اف هست اس اف هست، سیم ما ان تی هست نتورک هست این تی اس و چهارم هم چی اس دبلیو وی اس دبلیو دبلیو اس. خب چهار مضمون یا چهار بخش از پیش ما اینپوت بکنه، دوباره هر چهار موضوع از پیش ما دوباره آوتپوت بکنه، آوتپوت کنه بگیرن اول آوتپوت بکنه باز دوباره از پیش ما چهار نمره یا چهار نمره مضمون از پیش ما دوباره دریافت بکنه و در این قسمت و زمان دریافت میکنه برای من پیام مره دوباره برای من مسج بده که چی. خب این پیام مره من میتونم که توسط دهی پایین هم میتونم پیام خود بگیرم، مگر مجبورم سیستم دات پرند ال ان کنه، پرند ال ان بکنه برای من چی ره، مثلا دار مثال همو توتال یا یک مجموع یا یک قیمت برش بتونم میتونم از این طریق بگیرم، ولی من در دهی قسمت هدف ما است که باید برای من مجموع نمرات مره در روی یک صفحه در روی یک انترفیس در یک جدول در یک چارچوب بر ما نمایش بده نه در پایین صفحه. به او خاطر من همینجا یک جی او آپشن پن یک جی آپشن یک جاوا آپشن پن بکنه بر ما که دو بالا جی آپشن پن هدف همی است که بر ما یک صفحه یک انترفیس به شکل یک مسج باکس بر ما باشه و همین مجموعه نمرات ما ریزلت من باید ده یک انترفیس باید باشه و که چی میشه. خب پس دوباره ایره برش شو بکنه بر ما داد این رو دوباره برای من شو بکنه، شوی ما در چی باشه، در یک مسیج باکس باشه داد شو پن کنه داد شو در یک مسیج باکس دیالوگ باشه، مسیج باکس دیالوگ هم تا حاجل بسته میشه که وقت نمیتونه ما عمره کپی بکنیم داد شو مسیج دیالوگ کنم، مسیج دیالوگ ما اولش باید نل باشه و نل من به چی باشه، در یک توتال باشه. خب
زمانی که در یک توتال برام مجموع کرد بنان ما باید یک قیمت دیگه یک انتیجر دیگه از توتال داشته باشیم که تو به ما همو نمرات بر ما همه زیر چی بکنه جمع بکنه. خب ما یک انتیجر برش میدم انتیجر به نام توتال که توتال ما مساوی باشه و اول ما چی از دیتابیس است دی می بخشین دی تابس است جمع شود دوم چی است اس او اف تی دبلیو است صافیه است جمع شود توتال به چی نمبر دوم دبل ان خورده ان ان خوب یک ان برش میتونم نتورک است نتورک است جمع باشه به چی جمع باشه به دبلیو بی ویب. خب این انام چون دو دانه خوده ایده پاکش میکنم و دوباره در ختم موضوع فرمان هم خوده بند میسازم. خب توتال ما مساوی باشه برابر باشه با جمع دیتابیس جمع سافتویر جمع نتورک جمع جمع وب و هم از یک مسیج دیالوگ بر ما چی شوه پریویو شوه. من حالا چون اینجا پیش مس ویرور گرفته بود امی بخشه دوباره تایپ بکنم شو مسیج دیالوگ ببینه که اما نل انتیجر اوتومات خودش بر میره. خب چون ما برش نل انتیجر برش نگفتیم چون مجموع نمرات ما را بر جمع کنه چی رو برش میگم ایره برش توتال برش میگم. خب اول سیستم به شکل یک کردت نیست تا به فعلا سیستم به شکل ساده هست مجموع نمرات ما را میگیره مجموع نمرات پیش ما میگیره پس دوباره مجموع نمرات جمع هم دیگر میکنه تو تمام از درک توتال بر ما در مجموع نمرات هم میکشه چند ولی تا به فعلا تصمیم گیری نیست که تصمیم گیری شده که آیا چند باشه یا چند نشه. خب رنش میکنیم یک بار ما یک قسمت تست میکنم ببینین. خب یک صفحه به ما باز میشه که نمبر مضمون دیتابیس خود را بنویسید چون همین پیام اول که در بخش استرینگ است همین پیام بر ما باز میشه من نمره دیتابیس 40 برش میتونم انتر میکنم بعد دوباره بخش دوم مرن میشه که لطفا نمبر صافیه را خود بنویسید ایران برش 40 میتونم رنش میکنم نمبر نتورک خود را بنویسید بخش سیوم بر ما باز میشه نمبر نتورک هم مینویسم 40 ایران مینویسم جمعش میکنم بر ما میگه نمبر مضمون چی است نمبر مضمون وب خود را بنویسید چه شد صفحه پشت صفحه رفت گم شد نمبر وب خود را بنویسید نمبر وب هم تا مثال به چه میتونم انتر میکنم بعد من مجموع نمرات مرا میکشه 160 همین 160 نمرات ما از کجا جمع میشه بس میاد دوباره بخش انتیجر فرست نمبر سکند نمبر و ترت و فورت نمبر مرا میگیره در یک انتیجر توتال در یک وریبل توتال که بنام یک وریبل که از نو انتیجر از بنام توتال تمام مورد جمع میکنه دیتابیس جمع سافیر جمع نتورک جمع وب از تمام ازی برای ما یک پیام دیگه وانمود میسازه که عبارت چی از مجموع نمرات است. خب این بود یک بخش از نمره دهی یا نمره گی که در لکچر بعدی هم به شما کار کردم. حالا اگر خواسته باشه میره به شکل کردیت یا به شکل از به شکل بسازم که به حساب مجموع نمرات اگر کمتر از این بود چی تصمیم بگیره اگر بالاتر از این تصمیم بود چی بگیره. خب دیگر این به شما واضح‌تر و آسان‌تر است که ما باید اینجا از کاندیشن اف کار بگیریم که بدون کاندیشن اف یا شرط ما نمیتونیم از چون چندین شرایط است اگر یک شرایط خاص در بین چندین موضوع ما چک بکنیم در درس های قبلی بر شما گفتم که ما از سویچ کار میگیریم بنان در اینجا مجموع نمرات یک تصمیم ما در اینجا یک تصمیم گیری نمیکنیم دو تصمیم گیری داریم یا سه تصمیم گیری میتونه داشته باشیم به اون خاطر ما از کاندیشن اف باید کار بگیریم شرایط باید اینجا تصدیق یا تطبیق شرایط اف نیاز است نه تطبیق شرایط سویچ. خب ما برش اف کاندیشن برش میتونم همیشه برش ما گفتیم در درس‌های قبلی هم گفتیم زمانی که ما اف میتونم این قیف همیشه تصمیم گیری اف داخل یک قوس است. خب از چی تصمیم گیری بکنه از نمرات تصمیم گیری نمیشه از مجموع نمرات تصمیم گیری میشه یعنی تمام مضامینی که جمع میشه مجموع هم از این باید تصمیم گیری شه که عبارت است امو توتال ما است. اف اگر توتال ما کوچکتر میتونیم بزرگتر میتونیم هر چیزی که شما برش میگین ما برش میگم تا مثلا بزرگتر و مساوی باشه مثلا ما 50 50 رقم میگیرم اگر در کامش 50 بیره 200 مرا پورا بکنه کامیاب است یعنی اگر 200 پایین پورا نکنه ناکام است. من مجموع برش 200 برش میمونم. خب وقتی زمانی که 200 برش مسج مونم پایین صفحه میام اینجا یک برکت باز میکنم پس برکت پایین میام دوباره بسته میکنم در این قسمت پایین صفحه من امو پیام برش میتونم. خب میتونم پیام در یک مسج باکس هم بانم میتونم پیام در اینجا هم بانم این دفعه برش ما در اینجا پیام هم میمانم چون برش ما بفهمین که از میتونیم ما کمپلکس یا به شکل مکس از دو موضوع کار بگیریم در اینجا ما مجبور هستیم که سیستم دات
system dot out and dot parent ln بکنه، next line بکنه، چی رو برای من اگر شرایط 200 پوره کرد برای من مسج شود در مثال پاس. خب پاس باشه، پس میام داخل میتود جدید else در غیر از او، پس دوباره قوس میتونم else اگر در غیر از او مستقیم برش با کار میگیرم قیمت برش نمیتونم. کمک درس به اصلاح به طور پر محتوا تر میسازم، چون اینجا بر شما کارخونه کی میتونم به او خاطر هم یک موضوع رو من کار نمیکنم. پس دوباره میتود باز میکنم، پس داخل میتود کسر پای مینازم، باز برش میتونم که سیستم دات اوت دات پرنت ال ان بکنه، نست لاین بکنه، چی را بر ما داخل قوس، داخل قوس دو کوتشن بر ما بگویه که فیل ناکام. خب یا ناکام بود یا کامیاب، چون سیستم ما دری است، من میرم با دری میسازم، برای من بگویم که تار مثال کامیاب و اینجا برای من بگویم که ناکام. خب حال شرایط سیستم شرایط تصمیم گیری شد، اگر ما خواسته باشیم که تصمیم بر سیستم به انتقال از مجموعه نمرات ما سیستم تصمیم میگیره که ما رو کامیاب بکنه یا ما رو کامیاب ناکام بکنه. ولی یک چیز متوجه باشین، اگر یک نفر در مضمون خود 100 میگیره، در مضمون دیگه خود 100 میده، دو تا دیگه 0 0 بگیره، بازم کامیاب است، چون مجموعه 200 نمره رو پوره کرده. یا در یک مضمون خود 70 میگیره، دیگه شما 70 میگیره، در مضمون دیگه خود تمام سال 50 میگیره، که اگر 7 2 7 14 14 و 5 مضمون دیگه ما 50 میشه 90، در مضمون دیگه خود اگر 20 نمره بگیره یا 10 نمره بگیره یا 11 نمره بگیره، حتی 10 نمره اگر بگیره چون 200 پوره میکنه کامیاب است. ولی اگر در مجموع در یک مضمون 100 بگیره، در یک مضمون یا در هر مضمون خود 49 49 49 بگیره، بنان دیگه چون ناکام میشه 200 پوره نمیکنه. به او خاطر سیستم از مجموعه نمرات تصمیم ریزلت ناکامی و کامیابی رو میگیره، نه از مجموعه تصمیم گیری خود سیستم. خب رنش میکنم، ببینین مجموع نمره اول خودم با برش میتونم 50 انتر میکنم، میتونم مثلا 50 انتر میکنم، برش میتونم تا مثال دیگه هم مضمون خود 100 انتر میکنم، یک مضمون دیگه یک نمره میتونم دیگه یک نمره، ولی بازم چی است؟ اوکی است، بر ما مجموع نمرات ما کامیاب است. ما این اوکی برش میگم، اثر جمپ کنه بیا در پایین بر ما چی کنه نشه کنه که شخص چی است؟ کامیاب است. خب دو مسج باکس شده است پیش ما، اگر بود یک مسج باکس میشد که ما در پایین ای کامیاب شده تو سر چپه برام در ببخشید کامیاب باید ام جی اس پی ال تایپش خراب شده. خب باید سیستم ما دوباره چی کنم، قوس باز قوس بسته کنم، اینو باز جست قبل شروعش تو خیلی گم مشکل بر صورت باز میرم. خب بر صورت که سیستم چون رن است به اون خاطر باید مصدر مکمل تایپش بکنم. خب مشکل زیامی است که دو مسج باکس، اگر خواسته باشم که یک مسج باکس بر ما باز شود، مسج دوم باز نکنه، فقط این مسج باکس رو دلیت میکنم، بر ما تنها در پایین صفحه بر ما چی میگن تصمیم گیرم، اگر ما پاس بکنم انتجر توتال جمعی میکنه، اف اگر توتالی رو قبول بس خلاص. من باز رنش میکنم، ببینید شما دفعه پیام میاد، مضمون اول خود باش میتونم 50 نمره کامیاب 20، مضمون دوم میتونم 50 نمره کامیاب 20، مضمون دیگر میتونم 100 نمره کامیاب 20، یک مضمون دیگه خود مسئله باش یک میتونم انتر میکنم، ببین در پایین به من مسج میاد که مسئله کامیاب است، یعنی مجموع 200 نمره رو پورا کرده. اگر به این شکل نباشه من ایر رن بکنم، شما ببینید که یک مضمون مثلا تر مثال گرفته 100 انتر میکنم، در مضمون دیگه خود گرفته 50 کامیاب انتر میکنم، ولی در مضمون دیگه خود یک گرفته، در مضمون دیگه خود یک گرفته انتر، مجموع نمرات چی شده؟ ناکام شده. حالا مجموع نمرات پریویو نمیشه، بنان در حاصل باید مجموع نمرات هم باید بر ما پریویو شه، بنان به او خاطر همین بک میام دوباره قسمت صفحه، پس دوباره کنترل زد میکنم، پیام خواهم میمونم دیگه، به خاطر از این روش هم میمونم میتود دیگه درج میکنم که مجموع نمرات هم نشان بده و ریزلت هم ناکام و کامیاب هم. خب این درس بود که ما تونستیم بتونیم از یک سیستم چطور برای سیستم یک تصمیم گیری بکنیم و این تصمیم گیری ما روی یک انترفیس باشه و در انترفیس هم مجموعه نمرات ما معلوم شود که ما کامیاب هستیم یا ناکام هستیم، از تصمیم گیری سیستم روی یک مجموعه نمرات باید شود. شما اگر میتونید بالای چندین مضمون خود تمرین بکنید کار بکنید، ولی یک چیز دیگه که من اینجا به شما نگفتم که گفتم به شکل کار خانگی بر شما میمونم این است که شما میتونید که به طور مثال اگر ناکام میشه عمود رو به رنگ سرخ نشان بده، اگر کامیاب میشه مثلا به رنگ سبز یا به رنگ آبی نشان بده.
دوم ای که مجموع هر نمره را هم در پایین صفحه نشان بدم. مثلا تار مثال بگه که در دری یک که دمیر قسمت پایین بر ما مسج باکس باشه، بگه دری تو 50 است، کیمیای تو 70 است، مثلا تار مثال فیزیک تو 40 است، و مثلا تار مثال مضمون انگلیسی تو مثلا 4 نمره است. ایره هم مجموع بکنه، نمره که از 50 بالا است به رنگ سرخ باشه، و نمره که از 50 به پایین است به رنگ، نمره که از 50 به پایین است به رنگ سرخ باشه، و نمره که از 50 به بالا است به رنگ آبی یا رنگ سبز یا رنگ دلخواه دیگه شما انتخاب بکنین. اینمی که چطور بتونن مجموع نمرات هم اینجا بکشه و هم مجموع نمرات بر ما ریزلت ناکامی و کامیابی رو بکشه، و هر مضمون هم به شکل اندیویژوال یا تنهایی هم بر ما انسرت بکنه. این مجموع نمرات چطور سیستم بتونه در دریافت بکنه و تصمیم گیری بالای رنگ بکنه، این هم شما تمرین بکنید به شکل کارخانگی. میتونن در امو سیستم یا در واتساپ یا در خود یوتیوب که ما پایین صفحه هستیم، یا در خود امایس ما، اونجا شما بر ما پیام را بانین، همو کودای خود پرتین، من کودای شما را کپی میکنم داخل سیستم رن میکنم، ببینم که روش شما صحیح است یا نیست. اگر کدام اشتباهی می بود باز من بر شما مو پیام یا اشتباه هم بر شما در پایین کامنت میکنم، براتون میگم که این قسمت شما باید به این روش یا به این شکل کار میگرفتین که سیستم شما سیستم عالی می بود. خب درس امروز ما به این قسمت بس است. فردا روز دیگه که درس ما شما داریم، ان شاء الله سیستم را چک میکنم، کار خانگی شما را میبینم، وظایف شما را میبینم، اگر کدام سوال داشتین روی برنامه او را کار میکنم. درس بعدی ما شما ان شاء الله روی موضوع مجموع نمرات در پایین صفحه هست، هر مضمون در آخر صفحه هست، و تصمیم گیری سیستم هم در پایین صفحه باید باشه. می کار خانگی رو به شما دادیم، میبینم خودم هم کار میکنم. خوش باشین، موفق باشین، پیروز و کامیاب. روز خوش.